کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند همراهان گرامی لطفا برای توسعه فرهنگ کتابخانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangefarsi.com مراجعه فرمایید. آن شب از پدرش پرسید که زندگیش در جوانی چگونه بوده است. وقتی به داستان پدرش در مورد قله ها و دره که داشته گوش میداد متوجه شد او نیز تجربیات ارزشمندی داشته است. با گذشت زمان آن دو به یکدیگر نزدیکتر شدند. مرد جوان در کارش پیشرفت میکرد و والدینش از این موضوع خوشحال بودند مرد جوان هنوز گاهی با والدینش مشاجره میکرد اما دیگر حالت تدافعی نداشت و مشاجرات بسیار آرامتر بودند حتی بسیاری از آنها به های مفید تبدیل شدند مرد جوان مطالب زیادی درباره خودش کشف کرد یکی از مفیدترین آنها بسیار ساده بود هر بار که درباره چگونگی خارج شدن از دره سردرگم میشد به یاد می آورد که قله ها و دره ها متضاد یکدیگر هستند بنابراین فکر می کرد چه کاری انجام داده که باعث شده در دره قرار بگیرد و سپس متضاد آن کار را انجام میداد و نتیجه مطلوب پدید می آمد این کار آنقدر ساده به نظر می رسید که قبول آن دشوار بود با گذشت زمان با متانت و آرامش بیشتری در راه را پشت سر می گذاشت. با وجود برنامه پرمشغله که داشت، زمانی را برای قدم زدن در چمنزار با همسرش اختصاص میداد. یک روز خبر ناراحت کننده که میدانست دیر یا زود اتفاق می افتد به او رسید. پیرمردی که در قله زندگی می کرد، از دنیا رفت. تمام کسانی که او را می شناختند، گفتند می توانند حضورش را حس کنند. به خصوص در قله همه می دانستند که جای خالی او خیلی احساس می شود مرد جوان به دره نگاه کرد از اینکه بخش مهمی از زندگیش را برای همیشه از دست داده بود می ترسید. او احساس نزدیکی زیادی به پیرمرد داشت و اکنون احساس تنهایی و غم می کرد مرد جوان دردی در قلبش حس می کرد می خواست بداند حقیقت چیست سپس صدای پیرمرد در ذهنش تنین انداز شد که می گفت دره در زمانی است که در آرزوی آنچه از دست داده ای هستی بی در کار و زندگی داشت که آرامش و موفقیت بیشتری در لحظه های خوب و بد برای او برمغان می آورد او این را از پیرمرد آموخته بود می دانست دقایق پیش در دره فرو رفته بود زیرا فکر می کرد پیرمرد می بایست هنوز با او باشد و حکمت و شور زندگی را با او در میان بگذارد مرد جوان نفس عمیقی کشید و به واقعیت نگاه کرد نه به آنچه دوست داشت یا از آن میترسید واقعیت این بود که پیرمرد هدیه به او داده که اگر درست از آن استفاده کند سالها و به اطرافیانش از منابع آن بهرهمند میشدند در واقع قسمتی از پیرمرد درون او بود و همیشه با او میماند عشق در چشمانش جمع شد غم از دست دادن و خوشحالی داشتن چون این دوستی را احساس می کرد او متوجه شد کار و زندگی همواره مجموعی از قله ها و دره او فراز و نشیب های مالی، احساسی و روحی را با خوشحالی و غم و درد و سلامتی تجربه خواهد کرد او پذیرفت این روند تکراری قسمتی از تنوع زندگی است اما اکنون میدانست استفاده از روش قله ها و دره ها می تواند کمک کند زمانهای خوب و بد برای او عملکرد بهتری داشته باشند به تغییراتی که در زندگی و کارش به وجود آمده بود و اینکه چقدر مدیون دوست پیرش است فکر کرد آنگاه قولی را که روز اول به او داده بود را بیاد آورد پیرمرد گفته بود من درباره روش قله ها و دره به تو می گویم. به همان شرطی که دوستمون را برای من گفت و آن این است که اگر مفید بود آن را با دیگران نیز در میان بگذاری مرد جوان فکر می‌کرد تمام تلاش خود را برای این منظور به کار برده است اما اکنون احساس می‌کرد باید کار بیشتری انجام دهد او می‌خواست راه بهتری بیابد تا هدیه پیرمرد را به دیگران نیز بدهد بنابراین به خانه یکی از دوستانش در نزدیکی رودخانه رفت جایی که می توانست در تنهایی فکر بکند. او از خودش پرسید مفیدترین چیزی که از روش قله ها و در ها مخته است چه بوده؟ به تجربیات خودش فکر کرد و به یادداشت هایی که نوشته بود مراجعه کرد. موارد مفید بسیار زیاد بودند. در نهایت شروع به نوشتن خلاصه از مطالب ارزشمند کرد. او سعی کرد بسیار خلاصه بنویسد تا بتواند آن را بر روی کارت کوچکی جای دهد. او تصمیم داشت آن را با افرادی که واقعا مشتاق دانستن بودند در میان بگذارد. وقتی متوجه شد کارت می مطالب را به خود او نیز یادآوری کند، خندید. این کار می توانست به او کمک کند اصول روش قله ها و دره ها را راحت تر بیاد بیاورد و بیشتر از آن استفاده کند. در روزها و ماه آینده او موقعیت هایی پیدا کرد تا با دادن آن خلاصه به دیگر لذت بردن از قله چند دهه گذشت مرد جوان پیر شد مدتی بود که به قله نقل مکان کرده بود البته هنوز گاهی به در باز می گشت. روزی پس از صرف نهار زیر درخت نشست تا از آن منظره زیبا لذت ببرد او به گذشتش فکر کرد و به یاد آورد چگونه وقتی جوانتر بوده بدون آنکه متوجه باشد زمانهای خوب و بدی را برای خود ایجاد کرده است. او پیرمردی که چنین روش ارزشمندی برای عبور از فراز و نشیبهای زندگی را به او آموخته بود به یاد آورد. تغییرات عظیمی در کار و زندگیش پدید آمده بود. او در لحظه های خوب و بد به موفقیت و آرامش بیشتری دست یافته بود. سپس به یاد آورد چقدر مدیون پیرمرد است سپس صدای پیرمرد در ذهنش تنین انداز شد که می گفت افتخار واقعی از آن کسی است که بیاموزد و آموختهای خود را به کار بندد سپس صدایی شنید به آن سمت برگشت اما چیزی ندید و دوباره به تفکراتش بازگشت برای زمانی که در دره بود ارزش زیادی قائل بود اما اکنون دوست داشت زمان را در خانه بزرگی که بر روی قله بلند تر ساخته بود بگذراند. او دوست داشت خانواده و دوستانش را به آنجا دعوت کند تا در کنار یکدیگر باشند. همه او را به مهمان نوازی و همفکری با دوستان می شناختند. اکنون سالها بود که دختری را که عاشقش بود به همسری برگزیده بود. او متوجه شده بود که محل زندگی مهم نیست، اینکه فرد در دری حاصل خیز زندگی کند یا در قلی زیبا اهمیت ندارد. شیوه زندگی مهم است. اکنون آموخته بود که زندگی به طور طبیعی مملو از قله ها و دره در نهایت احساس کرد نه تنها سفری آرام داشته بلکه مدتها پیش از رسیدن به مقصد به هدف دست یافته است. او خندید. صدایی که چندی پیش فکر می کرد چنیده است نزدیکتر و بلندتر شد به بالا نگاه کرد و خانم جوان شگف زده ای را دید خانم جوان گفت ببخشید قصد مزاحمت نداشتم سپس توضیح داد از مسیری طولانی که از دره آغاز کرده بود به آنجا آمده است بسیار خسته به نظر می رسید وقتی شروع به صحبت کردند خانم جوان بسیاری از مشکلاتی را که در دره در داشت برای او بازگو کرد خانم جوان احساس خاصی درباره پیرمرد داشت اما علت آن را نمیدانست. در آن لحظه خانم جوان نمیدانست با یکی از موفقترین و آرامترین افراد ملاقات کرده است. او فقط پیرمرد خوبی به نظر می رسید. او می گفت این روش فلسفه ای همراه با تجربه دارد. روشی برای نگرش به زندگی و انجام کارها که تو را در لحظه های خوب و بد آرامتر و موفقتر می سازد. او متوجه شد خانم جوان به دقت گوش می کند و امیدوار بود آنچه را یاد می گرفت به کار ببندد. او فکر می کرد انسان هر چه زودتر یاد بگیرد از لحظه های خوب و بد استفاده کند بهتر است. وقتی خانم جوان خواست بیشتر بداند پیرمرد قبول کرد اما یک شرط داشت. خانم جوان به سرعت پاسخ داد بله اگه متوجه شد موضوعات بسیاری برای تفکر به من دادی به این فکر کنم که چگونه میتونم اونا رو تو زندگیم به کار ببندم شرایط من خیلی پیچیده است آنجلا گفت منم وقتی اولین بار این داستان رو شنیدم همین تصور رو داشتم تا اینکه فکر کردم شاید خود من باعث پیچیده در شدن شرایط میشم مایکل پرسید چگونه؟ آنجلا گفت هرچه بیشتر راجع به این داستان فکر می کنم احساس می کنم نقاط مشترک بیشتری با اون دارم مایکل در حالی که قهوهش رو به آرامی می گفت همینطوره سپس کمی مکس کرد و گفت امیدوارم بتونم اونو به حافظم بسپارم و از اون استفاده کنم آنجلا از کیفش کارت کوچیکی رو در آورد و به مایکل داد و گفت امیدوارم این کمکت کنه مایکل کارت رو برداشت و دید روی اون خلاصی از روش غله ها و دره ها برای مدیریت لحظه خوب و بد نوشته شده و سپس از اون تشکر کرد آنجلا خندید و گفت قابل نداشت به علاوه به کسی که این روش رو به من یاد داد قول دادم اگه تونستم که مایکل به میون حرف اون دوید و گفت با دیگرون در میون بذارم سپس آنجلا خندید و گفت چطور حد زدی؟ در چند روز آینده مایکل فکر میکرد چطور میتونه از این داستان برای حل مشکلاتش استفاده کنه شرکت نرمافزاری که مایکل در اون کار میکرد بسیاری از کارمنداشو تعدیل کرده بود و اون فکر میکرد ممکنه نفر بعدی خودش باشه چه نکته مثبتی در این شرایط بد وجود داره؟ اون نمیتونست هیچ نکته مثبتی ببینه واقعیت در این شرایط چیه؟ واقعیت این بود که اون در کاری که انجام میداد بسیار ماهر بود اما واقعیت دیگه این بود که تعداد مشتریاش بسیار کم شده بود باید خدمات بیشتری ارائه میداد اما چطور میشه این کارو کرد؟ قله ها و دره ها با همدیگه مرتبط هستن کارهای صحیح که امروز در دره انجام میدیم قله های فردا رو میسازه آیا شرکت اون هنوز در فکر و خیال موفقیت گذشته است؟ شاید بهتر باشه نگاه متفاوتی به خدماتی که میتونه به مشتری های جدید ارائه بده داشته باشه شایدم اکنون باید قله بعدی رو مشخص و اونو در ذهن خودش با جزئیات کامل و باور کردنی تصور کنه او این فکر خودش با چند نفر از همکارانش که ذهن پویاتری داشتن در میون گذاشت اونها یک گروه کاری تشکیل دادند و چند راه جدید برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان بیشتر پیدا کردند وقتی اونها رو عملی کردند، موفقیت بزرگی حاصل شد هرچه بیشتر اون کارها رو انجام میدادند شرایط بهتر میشد زمانی که شرایط کاری رو به بهبود رفت مایکل افکار خودش رو به روی خانوادهش متمرکز کرد روابط اون با همسرش لیندا خوب نبود استراب و فشار کاری و مشکلات مالی تأثیر بدی بر روابط اونها گذاشته بود مایکل به یاد آورد زمانی که اون و لیندا تازه ازدواج کرده بودند چقدر خوشحال بودند کاری را که باعث رسیدن به قله شده است بیشتر انجام بده چه چیزی باعث خوشحالی اونها بوده چه کاری رو باید دوباره انجام میدادند به یاد آورد که به نکات مثبت لیندا توجه داشت و اونها رو تحسین کرد. اما آیا اکنون نیز چنین رفتاری داشت اون به دنبال راه های بهتری بود تا مهربونتر باشه شروع به انجام کارهای کوچک کرد طولی نکشید که لیندا متوجه اونا شد کمی بعد مایکل درباره روش قله ها و درهها و تأثیری که داشت با لیندا صحبت کرد مایکل گفت روابط ما بسیار بهتر شده لیندا ادامه داد درسته اما روابط تو و کوین هنوز بسیار سرده مایکل هم تایید کرد اون و پسر نوجوانش چنان روابط سردی داشتند که خیلی کم با همدیگه صحبت میکردند. اون میخواست کوین تحصیلاتش رو جدی بگیره و وقت خودش رو صرف تمرین موسیقی با دوستانش نکنه اون چند روز درباره این موضوع فکر کرد و از خودش پرسید واقعیت در این شرایط چیه؟ واقعیت این بود که اون دوست نداشت پسرش به, به موسیقی علاقمند باشه اما اون عاشق موسیقی بود مایکل میدونست آرزو کردن هیچ نتیجه نداره اون باید آرزو کردن رو کنار میذاشت و با واقعیت روبرو میشد مایکل تصمیم گرفت تصویری ذهنی ایجاد کنه اون تصور کرد چگونه پدری میخواد باشه و میخواد چه روابطی با فرزندش داشته باشه اون نمیتونست رفتار پسرش رو کنترل کنه اما میتونست رفتار خودش رو کنترل کنه اون تصور کرد به کنسرتی میره که کوین و دوستانش در اونجا اجرا میکنن صدای تشویق تماشاگران و نگاه شادمان کوین رو تصور کرد اون خودش رو در حالی که پسرش رو بعد از کنسرت در آغوش گرفته تصور کرد سپس شروع به انجام کارهایی کرد که اونو به قلهی که تصور کرده بود میرسوند دست از انتقاد پسرش برداشت و هر وقت که وین با دوستانش تمرین میکرد با اونا همراه میشد اون هیچ چیز نمیگفت فقط گوش میداد و لبخند میزد و هنگام خداحافظی دستش رو تکون میداد. تغییرات خیلی سریع اتفاق نیفتاد. اما با گذشت زمان کوین متوجه تغییر رفتار پدرش شد و به اون عکس العمل نشون داد. لیندا نمیتونست کاری انجام بده اما از دور مراقب بود و میپرسید چه بلایی سر شوهرم اومده؟ مایکل میخندید. لیندا شروع به فکر کرد. تا راهی پیدا کنه که از روش قله ها و دره برای شغلش استفاده کنه بودجه مدرسی که لیندا در اون کار میکرد کاهش یافته بود و اونها زمان دشواری رو سپری میکردند روزی اون روش قله ها و دره ها رو با یکی از همکارانش در میون گذاشت اون ایده ای داشت چرا این روش رو به دانش آموزان درس ندیم؟ هر دوی اونها گروه های مطالعاتی برای روش قله ها و دره ها تشکیل دادند که به دانش آموزان کمک میکردند مشکلاتشون رو رفت کنند. خیلی زود روش قله ها و دره ها تأثیر خودشو بر زندگی دانش آموزان و معلمان نشون داد و به دیگر مدارس هم گسترش پیدا کرد و لیندا مسئول برنامه اونها شد لیندا دوست داشت درباره این موضوع با مایکل صحبت کنه. یه روز اونها به رستورانی که مایکل با آنجلا ملاقات کرده بود و با روش قله ها و دره آشنا شده بود رفتند و جشن کوچکی هم برگزار کردند. اونها هر دو می که زندگی و کارشون بهتر شده اما واقبین بودند و می ممکن ممکنه در آینده مشکلاتی هم به وجود بیاد اونها همچنین روشهایی رو برای مقابله با شرایط بد و طولانی کردن شرایط خوب آموخته بودند و میخواستند در هر موقع